ذات هستی. اجرا از پری عسکری و دکتر الله‌یار کنگری. برنامه از تلویزیون الوند. با گرمترین درودها خدمت بینندگان و شنوندگان نازنین الوند تیوی، آرزو میکنم هر جا که هستید و برنامه ما رو میبینید شاد، پویا و تندرست باشید. پری عسکری هستم. امروز 23 نوامبر 2018 برابر است با 2 آذر 1397 در ایران. خبر خوبی برای شما بینندگان عزیز دارم. آنهایی که این رسانه را در واقع پیگیری می‌کنند، از این هفته روزهای آدینه برنامه تحت عنوان ذات هستی از این رسانه پخش خواهد شد. قرار است استاد الله‌یار کنگرلو به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ دهند. ایشان پژوهشگر و محقق علمی هستند و در این زمینه کتابی در دست تهیه و انتشار دارند. دکتر الله‌یار کنگرلو در ضمن پزشک، استاد دانشگاه و فعال سیاسی نیز هستند. در این برنامه و برنامه‌های دیگه ما به دنبال راز هستی و ذات هستی خواهیم بود و ذهن پرسشگر خود را در رابطه با انسان و جهان در دو مقوله علم و ادیان آنالیز می کنیم تا ببینیم اساساً انسان و جهان هستی چرا و چگونه به وجود آمده است؟ آیا جهان آنطور که علم فیزیک می گوید از یک انفجار بزرگ ساخته و پرداخته شده از یا اینکه خدا و الله آن را در 6 روز آفریده است؟ اهمیت دانستن راز هستی در سرنوشت انسان و جهان چه تأثیری خواهد داشت؟ و ده‌ها پرسش دیگر از این دست که در این سری برنامه‌ها به پاسخ آنها خواهیم رسید. امیدوارم هر هفته بیننده این برنامه باشید و از دیدن این برنامه جالب و آموزنده علمی لذت ببرید. با هم می رویم و پای سخن جناب کنگرلو می نشینیم. جناب کنگرلوی گرامی، درود دارم خدمت شما. به برنامه خودتان خوش آمد. با سپاس فراوان از شما خانم عسکری و با سلام و تشکر به همه همکارانی که این فاصله دور برای ما امکان پذیر کردن که با همدیگه صحبت بکنیم و یه سری حقایقی رو در اختیار مردم ایران بذاریم. من یه تصحیح بکنم از مقدمه‌ای که شما بیان کردین و اون اینه که من پزشک نیستم، من فیزیکدان هستم و کارم پژوهش توی کاربرد علوم فیزیک توی پزشکیه که بعضی وقتا ممکنه اشتباه بشه به وسیله کسانی که با من صحبت میکنن در مورد این یک کار من پزشکیه. نه، کار من با وجود اینکه تحقیق توی پزشکی است و مستقیما با بیمارها کار میکنم، ولی روش‌های جدیدی رو برای توی کار من برای معالجه بیماری‌های روانی ما از طریق علم فیزیک رو داریم به طور تدریجی وارد پزشکی میکنیم و آخرین پدیده‌هایی رو که آخرین تکنولوژی‌ها و متدایی که برای معالجه بیماری روانی لازم هست، معالجه مؤثرترشون ما به کار میگیریم و این کاری که ما میکنیم خیلی دومون باید فقط انجامش بدیم و که کار خیلی پیچیده‌ایه و تا زمانی که همه گیر بشه باید خودمون فقط این کار انجام بدیم. بنابراین کار حالی که در طی روز 18 ساعت با بیمارا کار میکنم، ولی پزشک نیستم و فیزیکدان هستم و متخصص علوم. خواهش میکنم جناب کنگرلو گرامی، سپاسگزارم که گفته من را تصحیح کردید، به خاطر اینکه در تماسایی که با جناب عالی در یکی دو بار در تماسی که با شما داشتم فرمودید که در کلینیک هستید و من فکر کردم که و از جای دیگری هم میدانستم که ذهن بیماران را با MRI در واقع اندازه
گیری میکنید، احساس کردم که پزشک هستید. سپاسگزارم که تصدیق کردید. خوشحالم که در این برنامه همراه شما هستم. جناب کمیلو، پرسش نخست من از شما این است که ذات هستی یعنی چی و سرآغاز جهان و جهان از کجا در واقع آغاز شد؟ بفرمایید. شاید قبل از اینی که به این مسئله بپردازیم که شروع جهان هستی کجا بوده و کجا هست، این مسئله دانش شروع جهان هستی برای آیا فقط برای کسانی که روی این مسئله کار میکنن اهمیت داره یا فرد فرد انسانهای جامعه اهمیت داره؟ این یه سوال خیلی مهمی، یعنی ما درباره مسئله که صحبت میکنیم ببینیم این مسئله شنوندگانی داره، آیا شنوندگانی از هر نوع تخصصی و از هر نوع قشر جامعه داره، یا اینی که فقط یه قشر خیلی نازکی از جامعه به نام دانشمندان فقط به این مسائله، به این مسائلی که ما در طول این برنامه ها صحبت میکنیم باید بهش بپردازن. البته خب دانشمندا به اینکه حرفه‌شونه، یعنی انتخاب کردن که زندگیشون رو تخصیص بدن به پرداخت به کاوش برای پیدا کردن یه سری پرسش ها. آیا این پرسش ها اساسی هستن، بنیادی هستن یا بنیادی نیستن؟ و نقش جواب هایی که نقش پاسخ هایی وجود داره در ذهن بشر چیه و بازتاب این نقش در جوامع چیه؟ آیا میشه این در هر مرحله از تاریخ بشر اون نوع زندگی که انسان ها میکنن، اون نوع روابطی که در جوامع برقراره، درصد یا درصد رفاه انسان ها رو روی کره زمین، نوع رابطه‌ای که انسان ها با هم دیگه دارن رو به این سوال ربطش داد؟ آیا این پرسش واقعا تعیین کننده است؟ در این به نظر من این یه سوال خیلی مهمیه و اگر من بخوام یه جواب خیلی کوتاه یه خطی در مورد این مسئله بدم، به نظر من خیلی مهمه. این سوال خیلی مهمیه، پرسشیه که در ذهن تمام انسان ها هست. به طور کلی از زمانی که انسان یعنی به عنوان یک جانور متفکر مسیر خودش رو از این روند تکاملی تاریخ موجودات طبیعت جدا کرد و بیشتر به تفکر پرداخت و بیشتر به کاوش پرداخت و بیشتر به حس کنجکاوی خودش اهمیت داد برای اینی که به جهان اطراف خودش آگاهی حاصل بکنه، از اون موقع بعد انسان‌ها شروع کردن به یک متفاوت با بقیه جانوران و بقیه حیوانات. و ما این زندگی که امروز داریم و اگه بشه گفت رفاهی که انسان‌ها دارن موجودات طبیعت، به نظر من مدیون این یعنی تغییر این کنجکاوی‌ها هستن و این کنجکاوی که نسبت به جهان هستی دارن کنجکاوی طبیعیه که به هیچ وجه نمیتونن واقعا اگه بخوایم اینجوری بگیم که از شرش خلاص بشن. این یه کنجکاویه که ما هر وقت در خلوت خودمون هستیم به این مسئله میپردازیم، یعنی به این مسئله که از کجا آمده ایم و به کجا میرویم. حالا این سوال از کجا آمده ایم و به کجا میرویم به نظر مهمه که در طول مثلا در طول چند هزار سال گذشته اهمیت این وجه مشخصه انسان ها هست که به ایجاد مذاهب و فرقه ها و قومیت های مختلف منتج شده. یعنی انسان ها هویت خودشون رو، یعنی پاسخ به این پرسش رو در حیطه در مقوله مسائلی از قبیل اینی که من از کجا آمدم، آیا مبدأ من ترک فارس روسیه یا اینی که من مسلمانم یهودیم هندوام، در این جستجو میکنن. البته دلیل اینی که انسانها در این حیطه در این مقوله دنبال این سوال این جواب این سوال ها هستن اینه که جواب‌ها، منظورم مذاهب و فرقه‌گرایی‌ها و تفکرات قومی، در گذشته تلاشی بوده از برای انسان‌ها برای جواب دادن به همین سوال‌ها. و دقیقاً دلیل وجود مذاهب اینه که انسان‌ها نیاز دارن که به این پرسش‌ها پاسخ پیدا کنن و پاسخ‌های اولیه‌ای که برای این پرسش‌ها پیدا کردن پاسخ‌هایی بوده که در مجموع میشه بهش این مسائل مذهبی رو و مذاهب مختلف رو و قومیت‌های مختلف رو و جدایی‌هایی که به طور کلی به انسان‌ها
ایجاد شده به نام فرقه گرایی و مذهب گرایی و یا هر نوع عاملی که انسان‌ها رو از هم دیگه جدا می‌کنه. در ظرف 500 سال گذشته انسان‌ها یه روش جدیدی رو برای پاسخ به این پرسش‌ها پیدا کردن و اون روش یه روش علمیه. این پیدا کردن پاسخ علمی به پرسش‌هایی که در ذهن پرسشگر انسان، در ذهن کنجکاو در حال غلیان هست، یک روابط جدیدی رو در دنیا برقرار کرده و ما دقیقاً اگه به تاریخ برگردیم و از تاریخ‌دان‌ها میتونن به اون بگن دقیقاً از کی شروع شد این نوع جدید پرداختن به رازها و اسرار طبیعت، این نوع جدید پاسخ دادن به پرسش‌هایی که در ذهن انسان هست، ذهن کنجکاو انسان هست. و من روی این کنجکاوی انسان خیلی تأکید دارم. برای من خیلی مهمه که به این مسئله بپردازیم که این کنجکاوی انسان‌ها هست که اونا رو به کاوش در درون طبیعت واداشته. در مقطعی از تاریخ انسان‌ها اون ابزاری که در دستشون هست برای کاوش کردن در دل طبیعت، اون ابزار به یک نوع جواب‌های خاصی انسان رو میرسونه. یه جواب‌هایی که ما 1000 سال پیش داشتیم با جواب‌هایی که 500 سال پیش داشتیم داریم برای چراها و چگونه‌ها و چرا این مشاهدات ما جواب مشاهدات ما این جواب. این موقعی بود که مثلا 2000 سال پیش انسان‌ها به اندازه کافی سازمان یافته شده بودند در درون جوامع، در درون دهکده‌ها و مناطق و شهرها و کشورها که بتونن یک زندگی تقریبا نیمه مدرن برای خودشون درست بکنن، ولی در درون همون نسبتاً سازمان یافته که ما خودمون مثلا از امپراتوری هخامنشی و گذشته با شکوه امپراتوری ایران ازش سراغ داریم، خیلی زیادی هم وجود داره که واقعا موجودات خیلی پیچیده‌ای بودن، منتها جواب‌هایی که در اون مقطع برای سوال اینی که از کجا و به کجا می‌رویم میتونستن به دست بیارن متناسب با پیچیدگی ابزار دستشون بوده. امروز ما ابزار بسیار پیچیده‌ای داریم. سری مثلا این برای جواب به همین سوال‌هایی که چندین هزار سال ذهن انسان رو مشغول کرده، ما دستگاه‌های بسیار پیچیده بسیار گرونی رو که به دست انسان‌های بسیار بسیار متخصص ساخته میشه، بعضی وقتا به دست هزاران انسان متخصص سال ساخته میشه، اینا رو به فضا میفرستیم. مثلا از قبیل یک ماهواره‌ای به نام یک ماهواره بود که مثلا هم اروپایی ها از این کارو میکنن هم امریکایی ها، در حقیقت هر کشوری که به سطحی از ثروت تو این روز روزگار برسه و این کاری میکنه برای اینی که خودشو توی باشگاه کشورهای مدرن عضویت خودشو اعلام بکنه، کاوش‌های فضاییه. برای اینکه کاوش‌های پیچیده‌ای هستن و دقیقاً هم به همین پرسش جواب میدن که از کجا اومدیم، جهان هستی چه شکلی شروع شد و برای این تئوری‌هایی که ارائه میدیم برای چگونگی شروع جهان هستی داریم. این دلایل رو امروز ما این جواب‌ها رو این فرضیه‌ها رو با استفاده از داده‌هایی که از دستگاه‌های بسیار پیچیده‌ای به دست ما میاد، امریکا در ظرف 20 سال گذشته کشور امریکا یک سازمانی داره به اسم ناسا، National Aeronautic and Space Agency، سازمان ملی فضا و هوای امریکاست که این ناسا و بودجه‌ای که از دولت امریکا میگیره صرفاً در راه جواب به این سواله و این بودجه بسیار کلانی میگیره، چندین میلیارد دلار در بودجه ناسا هست برای اینکه دستگاهایی رو بسازه، انسان‌های متخصصی رو گرد هم دیگه جمع بکنه که بتونن قابلیتی رو داشته باشن که جواب مشخص سوال‌های مشخص از کجا آمده این و به کجا می‌رویم و جهان هستی چگونش آغاز شد و به چه شکلی داره ادامه پیدا می‌کنه پیدا بکنن. آیا هم یک سازمانی دارن به همین شکل، سازمان شبیه ناسای آمریکا بهش میگن European Space Agency یا ESA. و اگر شنوندگان شما به پایگاه‌های اینترنتی این دو تا سازمان مراجعه بکنن، واقعا یک ثروت عظیمی از دانش برای پایگاه‌های اینترنتی اینا هست، هم توی ESA که مال اروپا هست، EU هست و هم ناسا که مال امریکا هست. البته ژاپن هم سازمان از هوافضای خودشو داره، روسیه همینطور، چین همینطور و به طور کلی تمام کشورهای مدرن دنیا و دموکراتیک دنیا
از مالیات هایی رو که از ملتشون جمع میکنن رو صرف این سوال میکنن، صرف به دست آوردن متدولوژی که بتونه به این سوال جواب بده. و این به این خاطری که سوال مهمیه و ما فقط یه مدت کوتاهی ابزاری که بتونه به خارج از منظومه شمسی بره و حتی به خارج از کهکشان راه شیری بره و بتونه اون نظریاتی که ما در روی کره زمین درست برای این ارائه دادیم برای پاسخ به این پرسش ها رو داده های علمی براش پیدا بکنه. و ما در طی این برنامه یه سری از اون داده ها رو با بینندگان شما تقسیم میکنیم که ببینن که این حرفایی که ما میزنیم الزاما نظریات شخصی ما نیست، بلکه میلیاردها و میلیاردها دلار سرمایه کشورهای بسیار مدرن دنیا خرج شده تا اینکه این پاسخها پیدا بشه. چرا ما باید نگرش علمی داشته باشیم و به تجدد نگاه کنیم، به اصطلاح تمدن نگاه کنیم؟ به نظر من دلیل اینی که ما باید به راه حل‌های علمی و به پاسخ‌های علمی اهمیت بیشتری بدیم در مقایسه با یه پاسخ‌های دیگه‌ای که وجود داره برای پرسش‌هایی که ذهن کنجکاو انسان‌ها رو مشغول می‌کنه، اینه که پاسخ‌های کارایی دارن. پاسخ‌های علمی، مثلا بذاریم برای شما مثال بزنم، اگر یک بیماری 1000 سال پیش مثلا از یک بیماری رنج می برد، انسان‌های 1000 سال پیش حتی اسمی برای اون بیماری نداشتن. اینها رو وقایع و خواست خداوند می دونستن یا خواست اون مرجعی که بهش اعتقاد داشتن و تن به قضا می دادن. یعنی هیچ تلاشی برای نجات بیمار می کردن، تلاش بسیار مذبوحانه میکردن که برای اینکه قابلیت شناخت از اون بیماری رو نداشتن، طبیعتاً قابلیت معالجه اون بیماری رو هم نداشتن. برابری به همین خاطر بود که مثلا متوسط عمر بشر 1000 سال پیش مثلا 30 سال بود. شما توجه کنید که اگر به پروسه رشد و نمو انسان نگاه بکنیم، به پروسه گوالش انسان نگاه بکنیم، پروسه ایه که مثلا در 20 سال اول زندگی انسان ها واقعا از اون قابلیت های فکری پیچیده یا تخصص های برخوردار نیستن که بتونن کنجکاوی خودشون و به مسائل پیچیده تر از فقط مسائل بیولوژیک صرف بپردازن. بنابراین در دنیای 1000 سال پیش مثلا یک انسان فقط 30 سالگیش تا 30 سالگیش که 30 سالگیش میشد پایان عمرش، وقت داشت که بخواد دنیا رو کاوش بکنه. به همین خاطر بود که دستاوردهای علمی زیادی نداشتن، دستاوردهایی اصلا به طور کلی نداشتن در مقایسه با علم امروز. ولی امروز فقط شما فقط این دوتا عدد متوسط سن انسان ها رو، متوسط عمر انسان ها رو اگه مقایسه بکنید، ما در کشورهای پیشرفته حدود 80 سال انسان ها زندگی میکنن. یعنی از 20 مغزشون به طور کامل رشد کرده تا پایان عمرشون 60 سال وقت دارن که به مسائل بسیار زیادی بپردازن و به خاطر روابطشون برقراره، روابط منظمی که در جامعه برقراره، روابطی که به انسان ها اهمیت میده و به انسان ها احترام میذاره و به یک روابط مرغوب هست در مقایسه با روابط کشورهای دیگه دنیا، این مجموعه شرایط امکاناتی رو برای انسان‌ها فراهم کرده که این 60 سال از عمرشون رو به طور متوسط بتونن کارهایی بکنن که این کارها به اون سوال‌های اولیه جواب بده، به جای اینکه فقط صرفاً غذا بخورن و گردش بکنن و تفریح بکنن و زندگی رو به بتالت بگذرونن. بنابراین این دستاوردهایی که ما داریم یه مقدار از شرایطی هست که خود همون روابط علمی برای ما ایجاد کرده. یعنی علم هست که اولا برای ما دموکراسی رو به ارمغان آورده، بعد دموکراسی هست که شرایط زندگی ما رو بالا برده، احترام به انسان رو بالا برده، اعلامیه حقوق بشر رو برای ما ایجاد کرده، حقوق زن و مرد رو مساوی کرده، به ما گفته که زنها چون میتونن فکر کنن با مردها برابرن، برای اینکه این بالاترین قابلیت یک انسان هست. و مجموعه این سری روابط هست که متمایز میکنه رو از راه حل‌های باستانی و از راه حل‌های قدیمی. و به این خاطر است اگر هم نگاه بکنیم می‌بینیم که در حقیقت از 2000 سال پیش که یواش یواش علم شروع کرد به رخنه کردن به تمام امور زندگی انسان، زندگی انسان‌ها شروع کرد به پیشرفت، شروع کرد به
و این کرامت انسانی که امروز واقعا مسئله مهم همه جوامع دنیا هست، نتیجه مستقیم علمیه. بنابراین این تفاوت بین علم، راهلهایی که علم ارائه میده، پاسخهایی که علم ارائه میده در مورد کنجکاوی ها و در مورد مصائب، نه فقط که مصائب، یه کسی که یه بیمار سرطانی یا بیماری که مالتیپل اسکلروسیس داره الزاماً به مسئله اصلیش حصول اطرافش نیست، مسئله اصلیش واقعا علاج بیماریشه. چه ما بخوایم یک بیماری لاعلاج رو علاج بکنیم، من به مسائل مثلا آب و هوایی و محیط زیستی بپردازیم، چه اینی که بخوایم به مسائل تضادهای اجتماعی بپردازیم، مثل مثلا خواستن بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه، تمام این مسائل که واقعا یک طیف گسترده‌ای دارن، تمامشون براشون وجود داره و ما وظیفه‌مون این هست که به تمام جوامع دنیا، نه فقط به مردم ایران، نشون بدیم که واقعا راه حل‌های بهتری هستن، راه حل‌های ماناتری هستن، جواب‌هایی برای ما پیدا می‌کنن که اون جواب‌ها هم درد ما رو می‌کاهن رو برای پاسخ دادن به سوال‌های دیگه افزایش میدن، هم فاصله انسان‌ها رو در جوامع مختلف از هم دیگه کم می‌کنن، هم راحت. بنابراین به هر جنبه‌ای از تفاوت بین پاسخ‌های علمی و پاسخ‌های مذهبی که نگاه کنیم، می‌بینیم که علم یک برتری قابل انکاری داره در ارائه راه حل برای مشکلاتی که در همه جوامع دنیا وجود داره. جناب کنگرلو، آیا جهان به یک باره متولد شد یا به تدریج این روند را طی کرده؟ باز در این مقوله دو تا جواب وجود داره. در جواب این هست که جهان به وسیله اراده یک موجودی به نام خداوند ایجاد شد و به طور ناگهانی ایجاد شد و این جهانی که به وسیله اراده خداوند ایجاد شد، یعنی به طور کلی هستی به دو قسمت تقسیم میشه، آفریدگار و آفریننده و آفریده. این آفریننده یک قابلیت‌های خاصی داره که هیچ کدوم از آفریده‌ها اون قابلیت‌ها رو ندارن. از جمله قابلیت‌هاش این هست که میتونه مثلا جهان رو ناگهان ایجاد بکنه و میتونه در این جهان به یک انسان‌های خاصی یک مأموریت‌های خاصی، یک فضیلت‌های خاصی، یک برتری‌های خاصی رو ادعای بده. مثلا کسانی رو به نام پیامبران خودش مأمور رساندن پیامش به دیگران بکنه و دیگران رو ازشون بخواد که اون گردن بنهند و اگر ننهند عواقب وخیمی در انتظارشون است. این یه مدله از چگونه جهان وجود اومد و چگونه جهان ادامه میده به حیات خودش. این یه مدل بسیار ساده است از مدل هایی که این تمام مدل هایی که به طور کلی در چندین هزار سال گذشته وجود داشتن میشه با هم دیگه جمعشون کرد زیر این مدل. یه مدل دیگه این هست که ما جهان رو به عنوان یه پدیده میبینیم که انسان ها رو درشون قابلیت های پیدا کردن همه پاسخ ها، از جمله اینی که جهان چه شکلی به وجود اومده. آخرین نظریه هایی که در مورد پیدایش جهان هستی هست، نظریه بیگ بنگ هست یا نظریه مهبانگ. نظریه مهبانگ بر این عقیده هست که انسان جهان در یک لحظه، البته این در مورد این لحظه صحبت کردن یک کار بسیار سختیه، برای اینکه از خود فضا و زمان حاصل اون لحظه شروع هستن. من بهش میگم واقعا نه لحظه شروع، برای اینکه کلمه لحظه مقداری میتونه آدم رو گیج بکنه، برای اینکه در مورد تمام وقایع دنیا، مثلا انسان ها موقع داستان میگن یکی بود یکی نبود، یا مثلا به انگلیسی میگن once upon a time، یعنی یه روزی روزگاری. از زمان داستان ها همیشه از یه زمان شروع میشه. داستان هستی، داستان نه این روایت علمی از شروع جهان هستی هم از یه لحظه، منتها در اون لحظه خود لحظه و زمان هم در همون لحظه شروع میشن، یعنی به وجود میان. زمان و مکان محصول اون شرایط اولیه‌ای هستن که به جهان هستی منتج میشه، منتها به جای اینکه به اون لحظه شروع جهان
یه مسئله بسیار غامضیه و یه مسئله بسیار پیچیده‌ایه و در حال دانشمندان زیادی در سراسر دنیا در حال کاوش در شرایط اون چند لحظه اولی. البته من اینو به شما بگم که ما تا حدود یک ثانیه اول، یک ثانیه بعد از به وجود اومدن جهان هست میدونه دقیقاً که چه اتفاقای افتاد و چیختی روند گوالش جهان، روند توسعه جهان، روند گسترش جهان به چه شکل ادامه پیدا کرد و یه سری از داده هایی که از همون سازمان های ناسا و سازمان های علمی فضایی بقیه دنیا یا European Space Agency دست ما رسیده، جواب های خیلی محکم پسند و غیر قابل انکاری در مورد نحوه گسترش و رشد جهان و پیشرفت زمان به ما میده. و مثلا یک پدیده هست به اسم Cosmic Microwave Radiation یا CMBR، یعنی اون تشعشعات اولیه، باقی مانده از اون تشعشعات اولیه انفجار بزرگ. ما میتونیم در حقیقت و تونستیم که یک عکس برداری کنیم، در حقیقت نه فقط مدل سازی بکنیم بلکه عکس برداری از اون تشعشعات، اون مدل علمی که به ما میگه جهان چه شکلی شروع شد. و این CMBR یا بازمانده از اون یک واقعا یک یافته خیلی عجیب، یک دستاورد عظیمیه برای انسان و عکس هاش وجود داره که میتونیم نشون بدیم به بینندگان شما که این ماهوارهای مختلفی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فرستادن خارج به طور مستقل در زمانهای مختلف عکس‌های متفاوتی گرفته و این عکس‌ها وجود دارن و به ما میگن که واقعا این روایت علم از چگونگی جهان این نظریه نیست، بر اساس یعنی یافته های ماست از داده هایی که پیدا کردیم انسان های مستقل در زمان های مختلف. امریکایی ها دو تا کاوشگر بسیار مهم رو یکی به اسم کوبی فرستادن به یکی دیگه به اسم دبلیو مپ که در ظرف 20 سال گذشته فرستاده شدن و اینا عکس هایی گرفتن که این عکس ها وجود داره در پایگاه های هر دو سازمان ها. و اروپا پلانک فرستادن که ماهواره پلانک چون دیرتر فرستاده شد تونست عکس های با جزئیات بسیار دقیق تری منتها تایید نظریاتی که قبلا وجود داشت. به طور کلی نظریه ابتدایی این بود که نظریه که الان در میون تمام دانشمندان پذیرفته شده اینه که جهان در یک لحظه انفجار بزرگ شروع میشه و از لحظه شروع همواره در حال گسترش، در حال بزرگ شدن، در حال تورمه. این تفکر، این نظریه به نام نظریه تورمی یا inflationary theory معروف هست و این نظریه تورمی دلایل بسیار بسیار متقنی در وجود داره که غیر قابل انکاره که جهان در حال بسته، در حال گسترش بسیار سریعه و ما دلایل اینا رو و شواهدی که وسیله میلیاردها دلار خرج برای این کاوش ها انجام شده به دست بهترین متخصصان دنیا رو به شنوندگان و بینندگان شما ارائه میدیم که ببینن به چشم خودشون که واقعا چه شواهدی وجود داره که نظریه علم برای شروع جهان هستی یا نظریه مهبانگ برایش واقعا به قدری داده و به قدری شاهد وجود داره که واقعا غیر همونطوری گفتم غیر قابل انکاره. اگه شما مثلا یه سری بزنید به این پایگاه اینترنتی European Space Agency یا ESA میبینین که توی صفحه اصلیش فقط عکس ماهواره هایی که در ظرف 50 سال گذشته اینا به فضا فرستادن، شما ببینید چند تا ماهواره فرستادن، هر کدوم از این ماهواره ها چندین صد یا چندین ده میلیون دلار، بعضی وقتا میلیارد خرج هر ماهواره میشه که بره به خارج از منظومه شمسی به راههای بسیار دور و از برای نظریات مختلفی که ما داریم داده جمع بکنه یا ثبتش بکنه یا ثابتش بکنه یا ردش بکنه که با بر اساس اونا نظریات جدید و بهتری رو ارائه بدیم برای پیدایش جهان هستی. بنابراین این دو نظریه، یکی نظریه مذهب یعنی نظریات قدیمی به طور کلی برای پیدایش جهان هستی که جهان به وسیله آفریدگاری که این آفریدگار یه مشخصات خاصی داره و به خاطر این مشخصات و قدرت خاصی که داره از انسان‌ها یک توقعات خاصی هم داره که اگر اون توقعات برآورده نشن دستور میده دست و پاشون رو ببرن یا به دار بیاویزنشون یا بعد از عمرشون، بعد از حیاتشون هم حتی تا عاقبت در جهنم بسوزن. این یک نظریه است.
نظریه دوم اینه که ما در یک پروسه بسیار بزرگ اولیه با مهبانک شروع شد، بدون واسطه و بدون دخالت هیچ نیروی خارجی این جهان شروع شد و این نظم ما ببینیم، این نظم ناشی از همون نوعیه که جهان شروع شده، اون نوعی که علم میگه جهان شروع شده هست و ما تمام اتفاقات علمی رو براش پاسخ داریم. یعنی در علم به طور کلی هیچ معجزه ای وجود نداره. معجزه یعنی مشاهداتی که جواب براش وجود نداشته باشه. در نظر ما، ما قابلیتی رو داریم که برای تمام مشاهداتمون جواب پیدا کنیم. اگر جوابی بلافاصله وجود نداره، میتونیم روش‌های علمی رو استفاده کنیم که جواب‌های بسیار مفیدی و جواب‌های درستی برای این سوال‌ها پیدا کنیم. آیا به تصور شما خدا انسان را آفرید یا انسان خدا را آفریده است؟ موقعی که میگیم خدا انسان را آفرید یا انسان خدا را آفرید، باید مشخص کنیم که منظورمون از خدا چیه. اگر منظورمون از خدا یک موجود که بی نهایت داره، قابلیت های بی مرز داره باشه، ما در کاوش های علمی که تا حالا کردیم همچین نکردیم. پدیده ای که یعنی بی نهایت باشه و در این حال قابلیت تولید داشته باشه، قابلیت داشته باشه و قابلیت ارتباط برقرار کردن با انسان‌ها داشته باشه و قابلیت یعنی راهنمایی انسان‌ها و معروف و نهی از منکر، یعنی راه خوب بهشون نشون بده و از راه بد جلوگیری بکنه، از رفتنشون به راه بد جلوگیری بکنه، ما همچین پدیده‌ای رو یعنی خدا هست رو پیدا نکردیم در کاوش‌های علمی. ولی اینو پیدا کردیم که انسان‌ها قابلیت اینو داره، اگر حداقل انسان‌های گذشته، گذشتگان ما قابلیت اینو داشتن که چون اسیر حس کنجکاویشون بودن، اگر برای مسائل، برای پرسش‌هاشون جواب درست پیدا نکردن، جوابی در خور اون پیچیدگی اون مقطع از تاریخ خودشون پیدا بکنن، خوشحال باشن با اون جوابی که پیدا کردن. به طور کلی جواب‌هایی که انسان‌ها در گذشته پیدا کردن، جواب‌هایی است که انسان است. جواب‌های انسان مدارانه، یعنی که ما برای پدیده‌های ماورا طبیعی که فکر می‌کنیم وجود دارن، شخصیت‌ها و خلق مختصات و مشخصات انسانی تصور می‌کنیم. یعنی چون خودمون انسان هستیم و از منظر انسان به جهان نگاه می‌کنیم، مثلا برای خالق جهان هستی که در نظر خودمون می‌سازیم هم مشخصات انسانی درست میکنیم. مثلا میگن که خداوند بخشنده، یعنی بخشندگی و مهربانی یک سری صفتهای اخلاقی انسانی هست و درست از این صفتهایی که انسانها به خالق خودشون میدن میشه فهمید که واقعا انسانها خدا رو آفریدن. حداقل اون خدایی که ما میشنم، اون خدایی که این صفتهای مقدس تعریف شده، کتاب انسان، خداوندی که با مشخصات انسانی تعریف میشه، اون خداوندی که با مشخصات انسانی میشه یه خداوند ساخته دست بشره. یعنی اگر خدایی وجود داشته باشه، دانشمندان نمیتونن نمیتونن نفی بکنن، نمیتونیم ثابت بکنیم که خدا وجود داره. ما میتونیم بگیم که برای توضیح مسائل ما در این مقوله و در این مقوله و در این مقوله احتیاجی به هیچ چیزی به جز داده‌های علمیمون نداریم، یعنی احتیاجی به وجود خدا نداریم و تا تمام پرسش‌هایی که بهشون پرداختیم تونستیم براشون پاسخ پیدا بکنیم بدون دخالت یک نیروی خارجی. و این دوتا مسئله رو که کنار هم دیگه بذاریم، یکی این که ما هر جایی که دنبال پاسخ رفتیم پیدا کردیم بدون دخالت، و اینی که تمام خداوندان تمام مذاهب تمامشون مشخصات انسان هم دیگه بذاریم، به نظر میرسه که خداوند ساخته دست بشره و بشر ساخته دست خداوند نیست. بله، یک نمونهش همینه که ما خدایان بسیاری به هر حال تا به اکنون شنیدیم و آخرین خدایی بوده که به اصطلاح در آسمان هاست و یکتا میشه و در به اصطلاح آسمان هستش. در جناب کنگلو،
آیا علم به هر حال علم نیز کیهان بسیار بزرگه و ما در برابر عظمت هستی اگر زمین را در نظر بگیریم و انسان را در نظر بگیریم، خود زمین شاید در برابر این جهان بزرگ نقطه‌ای هستش. حالا دیگه انسان به مراتب بخوایم در نظر بگیریم، میخوام این سوال بپرسم، آیا انسان به جایی میرسه که تمام به اصطلاح ذات هستی از راه علم دریافت کنه؟ آیا روشی که در مذهب هست که جواب گو بوده و یک جواب به هر حال داده که خدا 6 روز جهان را آفرید و پروندهش بسته، حالا علم چطوری میخواد این پرونده رو ببنده با توجه به اینکه انسان نسبت به این دنیای عظیم به هر حال خیلی کوچک است؟ بفرمایید. بله، همونطوری که شما در ابتدای برنامه گفتید، الان 7 سال در حال نوشتن یک کتابی هستم به نام ذات هستی که این سلسله برنامه های شما رو در حقیقت اینی که یه مقداری در مورد همون مسئله صحبت بکنیم، همون مسئله که توی این کتاب به طور جزئیات بهش پرداخته میشه. من این مسئله ذات هستی رو به این خاطر انتخاب کردم که یه بحث عمیقی هست در فلسفه که هم اروپایی ها بهش پرداختن، هم فیلسوفای ما بهش پرداختن. این بحثی هست که بهش میگن essence of existence یا essence and existence، ذات و هستی. نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ما، شاعر میگه که در این رابطه میگه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش، یعنی اون ذاتی که از طرف آفریدگار نیامده باشه قابلیت آفرینش نداره. این یک نظریه هست که واقعا تمام فکرات مذهبی رو در رابطه با رابطه ذات و هستی تو این شعر میشه پیدا کرد و این چقدر به زیبایی و چقدر با صنعت پیچیده نظامی گنجوی تونسته این مسئله خیلی قامز و پیچیده رو جمعش بکنه. توی فیلسوفان بین قرن 12 تا 18 اروپا هم کسانی بودن که به این مسئله ذات و هستی پرداختن. واقعا هستی اون چیزیه که در مقابل ذهن ماست، در مقابل چشم ماست، و ذات که واقعا اون تبلوری از هستی هست که به یک پدیده مادی خاص نمیشه اطلاق کرد. مثلا شما موقعی یک اسب رو میبینین، دارین یک اسب مشخصی رو میبینین که مثلا قهوه‌ایه یا مثلا موهاش بلنده یا پاهاش کوتاه یا مثلا حاضر، دارین درباره یک اسب مشخص فکر میکنین میبینین، ولی موقعی که توی گفتارتون، توی اشعارتون کلمه اسب رو به کار میبرین، دارین در حقیقت به ذات اسب میپردازین. براتون اسبی که بخواد بارکشی بکنه یا اسبی که مال شما هست یا اسبی که مال همسایه هست یا اسبی که قهوه‌ای هست یا هست مد نظر شما نیست. اون چیزی که در مد نظر شما هست اسب بودن اسب، که حقیقت اون ذات اسبه. به نظر میرسه که این ذات و هستی، موجودیت بودن و ذات یک پدیده، دو تا چیز منفک و جدا و مستقل از هم دیگه هست و تنها پدیده‌ای که در دنیا، در تنها پدیده‌ای جهان هستی ذاتش و هستیش یکیه، به موجب فیلسوفان گذشته ما خداونده. کسی هست که چون موجود مادی نداره، چون تبلور مادی نداره، مسلما ذاتش هستیشه، هستیش هم ذاتشه. این پدیده، این تفکر، این نظریه باید جلوی ذهن ما باشه موقعی که ما در تمام طول این بحث ها به مسائل مادی میپردازیم. نظریات علمی، نظریاتی که بر اساس علم درست شده، حالا من نمیخوام اسمشون رو علمی بذارم، نظریاتی که بر اساس علم درست شده
اینو میگه به ما که جهان مادی آنچه هست که ما برش قابلیت آگاهی داریم و اون چیزایی که قابلیت نداریم ما فعلا در حال حاضر اونا رو بهش نمیپردازیم، برای اینکه پرداختن به چیزی که ما قابلیت حصول آگاهی بهش نداریم درست موجب همون تضادی میشه که توی فارسی بهش میگن آب در هاون کوبیدن. بنابراین ما به جای اینکه آب به پدیده هایی که در مقابل ذهن ما هست، پدیده های عینی میپردازیم و برای پاسخ به چرا و چگونگی پدیده هایی که جلوی چشم ما هستن، ما میتونیم جواب هایی پیدا کنیم که بعد این جواب ها رو، یعنی این فرضیه ها تا به اثبات نرسن در آزمایشگاه، تا داده های علمی تاییدشون نکنن، جواب بهشون اطلاق نمیشه. اینا در حد فرضیه باقی. برای ما خیلی باید مهم باشه که ما فرق به جواب و فرضیه چی هست. فرضیه جواب ثابت نشده است. فرضیه فرضه. فرضیه که نظریه هوشمندانه ارائه شده برای یک پاسخی که در مورد یک پدیده طبیعی وجود داره. ولی برای اینی که یک فرضیه رو به جواب یا به یک نظریه تبدیلش بکنیم، احتیاج به داده های بسیار زیادی داره. داده هایی که در رابطه با اون باید جمع آوری شده باشه و داده هایی که باید به وسیله مراجع مستقلی تجزیه و تحلیل بشه و بعد جواب از دل بیرون بیاد. به این خاطر ما واقعا نظریات علمی رو بر اساس مشاهدات، حالا مشاهداتی که میگیم صرفا فقط مشاهداتی که به وسیله چشم انسان انجام میشه نیست. چشم انسان یک قابلیت بسیار 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 کمی داره. اگر شما به طیف امواج الکترومغناطیس نگاه بکنید، امواج الکترومغناطیس از امواج گاما ری، تشعشعات گاما و تا میرسن به التراوایلت و نور مرئی و انفرارد، یعنی مادون قرمز و بعد امواج بسیار بسیار، یعنی به طور کلی امواج الکترومغناطیس به وسیله طول موجشون هست که تو آیا طول موجشون یه متر، یه سانتی متر، یه میلی متر، هزارم متر، یا یک ده هزارم متر، یا یک میلیون متر، یه قابلیت های متفاوتی دارن. اون قابلیتی که چشم ما برای مشاهده داره یک جزء ناچیزی از امواج الکترومغناطیس. امواج الکترومغناطیس جهان رو پر کردن از امواج طیف‌های مختلف، طیف‌های مختلف. ما به تازگی در ظرف 100 سال گذشته قابلیت اینو پیدا کردیم که امواج الکترومغناطیس رو در هر طیفی، در هر رنجی ما بتونیم اینا رو هم آشکارشون بکنیم، هم یعنی در حقیقت ببینیمشون. دیدن نه به وسیله چشم بلکه به وسیله آشکار تفاوتی که ما تونستیم بسازیم، میتونیم قسمت‌های از جهان هستی رو ببینیم که قبلا نسبت بهشون نابینا بودیم. در حقیقت بینایی که ما پیدا کردیم، بنابراین ما موقعی که درباره دیدن علمی صحبت میکنیم، دیدن با چشم نیست، دیدن با آشکارسازهای متفاوتی هست که در طول تاریخ، در 100 سال گذشته ما ساختیم. از همونطوری گفتم، از طیف پرتو گاما و اکس ری تا برسیم به امواج طول بلند، امواج رادیویی. اینها هستن که به ما از جهان تونستن واقعا چشم ما رو، دید ما رو، افق دید ما رو بگشایند به این جهانی که مقابل چشمان، در مقابل چشمان علمی ما، نه در مقابل چشمان سر ما وجود دارن. و اینا تونستن بودن، اگر ما حتی حدود 70-80 سال پیش فکر میکردیم که تمام جهان فقط ساخته شده از کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیری کهکشانی هست که منظومه شمسی در اون قرار داره، ما فکر میکردیم فقط دنیا از یک کهکشان، دنیا یعنی کهکشان راه شیری. ما در سال 1925 بود که تازه فهمیدیم که خارج از کهکشان راه شیری کهکشان‌های دیگه هم هستن. همسایه نزدیک کهکشان راه شیری یک کهکشانی هست به اسم اندرومدا، و اندرومدا یک کهکشانی هست که ما میتونیم بیشتر دربارش پیدا بکنیم، داده‌های بیشتری داریم، برای اینکه نزدیکتر به ما هست. کهکشان‌های مختلف در حال حرکت، بعضیشون در حال حرکت کردن به طرف همدیگه هستن و این کهکشان‌ها بعضی وقتا با همدیگه برخورد می‌کنن. این کار علمی، یکی از استفاده های کار علمی ما بود که به ما پاسخ مشخص در مورد پرسش های مشخص میده، یعنی ما رو واقعا آگاه میکنه. چیزی در ذهن ما هست رو
براش جواب پیدا میکنه، جوابی که مال اون پرسش هست، پاسخی که مال اون پرسش هست، و پاسخ مشخص و مشخص مسئله حل کنه، میتونه به ما کمک کنه که تومور غده مغزی یک بیمار سرطانی رو علاج بکنیم، کنه که مسئله اقلیمی یک کشور رو حل بکنیم، میتونه به ما کمک بکنه که مثلا مسئله روانی یک بیمار رو حل بکنیم. مشکلاتی که ما تا حالا تونستیم از طریق روش علمی باش برخورد بکنیم و حلش بکنیم، این یک استفاده از روش علمیه. استفاده در حین کاوش علمی پدیده های طبیعی، ذهنیت ما در مورد کلماتی که در مورد زبانی که ما استفاده میکنیم برای رابطه برقرار کردن با ما با همدیگه، اونم عوض میشه. یک پدیده هست به اسم کوانتوم تانلینگ یا نقب کوانتیک که نشون میده که تو آزمایشگاه ما میتونیم نشون بدیم که میشه یک ذره بسیار کوچک، مثلا ذره یک الکترون رو میشه در دو طرف یک پتانسیلی پیداش کرد، در دو طرف یک دیوار میشه پیداش کرد. برای ما قابل وهم نیست، قابل تصور نیست که یک انسان بتونه در یک طرف دیوار باشه هم اون طرف دیوار باشه. برای ما کلمه برخورد یک مفهوم بزرگ، یک مفهومی که وسیله زندگی در اشیاء، در حیطه اشیاء بزرگ در ذهن ما ایجاد کرده. ما فکر میکنیم دو جسمی که به هم دیگه مثلا دیوار یک مانع رفتن من از این طرف، این طرفش به اون طرفش، در حالی که برخورد در مثلا هم در مورد اشیاء بسیار کوچک ده هم در مورد بزرگ، مثل برخورد دوتا کهکشان که من باشیم قبلا داشتیم دربارش صحبت میکردیم. کهکشان ها میتونن با همدیگه برخورد بکنن بدون اینکه هیچ دو کره ای همدیگر را، یعنی اون تماس و برخوردی که در ذهن ما هست انجام بشه. اون تماسی که در ذهن ما هست ناشی از محصور ما در این ابعاد و در این اشکالی که خودشون هستن هست. بنابراین دوتا انسان که به هم دیگه برخورد میکنن همون تصور را، مثلا دوتا فوتبالیست که روی زمین فوتبال به هم دیگه برخورد میکنن، ممکنه برخوردشون اینقدر شدید باشه که به مصدومیت یکیشون منجر بشه، در صورتی که دوتا اتم که به هم برن الزاما به نابودی هم دیگه منجر نمیشن. و این برخوردها میتونه واقعا، یعنی کاوش علمی حتی زبان ما رو، تغییر زبان ما هست. مثلا یکی دیگه از نکاتی که خیلی مهم هست، ما در طول این برنامه بهش خواهیم پرداخت، مثلا نظریه که در شروع جهان هستی که ما برنامه رو باهاش شروع کردیم، در شروع جهان هستی یه مسئله بوده که همیشه ذهن انسان‌های متفکر رو به خودش مشغول کرده، اگر خداوندی وجود نداشته باشه، اگر آفریدگاری وجود نداشته باشه، چطور میشه از هیچ چیز درست کرد، یا از هیچ حالیه که بیشتر آدما یا همه آدما براش هیچ جوابی نداشتن. به همین خاطر تن میدادن به نظریات علمی، نظریات آفریننده جهان هستی و آفرینش جهان هستی. ولی در حالی که ما در طول کاوشمون در روند هستی به این بیاد گرفتیم که خود کلمه هیچ، اون برداشتی که ما از هیچ داریم ضعیفه، یه برداشت بسیار سطحیه. حالا ما در برنامه‌های آینده درباره کلمه هیچ صحبت می‌کنیم و لایه‌های مختلفی که در هیچ وجود داره و چطور میشه این از این لایه‌های مختلف و از ابعاد مختلف و زمینه‌های مختلفی که این کلمه فقط همین یه ادبیات محاوره‌ای انسان‌ها وجود داره، چطور می‌تونیم این کلمه رو بستش بدیم مفهومشو، و از بست مفهوم هیچ ما بتونیم بفهمیم و بتونیم بپذیریم که میشه از هیچ چیز همه چیز درست کرد. با سپاس فراوان جناب کنگلوی گرامی، پرسش‌های بسیاری هست که از شما حتما در برنامه‌های بعدی خواهیم پرسید. امروز سرفصل شما اشاره کردید به سرفصل‌های ذات هستی و در واقع آنچه که قراره در این سری از برنامه در واقع به اون بپردازید. سپاسگزارم و امیدوارم بیننده های گرامی این برنامه را دنبال کنن، این برنامه آموزنده و علمی را، و شیر کنن با ما، در تماس باشن، پرسشی دارن حتما مطرح کنن و ما در برنامه حتما از پرسش های منطقی و خواست های شما در واقع استفاده می کنیم و با
جناب کنگرلو در میان میذاریم. روز و روزگارتان خوش، شاد باشید و تندرست.